به اینم نگاه بکنم چطور؟ بلش کن که صحبت های مقدماتی ما اصلی نبودن صحبت ها مقدماتی ما تنانی بود نه من با شما موافقم زرش من با شما مخالفم زرش این بیپ تکسی رو خاموش کن اصلا این ارسال من رو خود کرد ای بیپ 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 چرا باید درمو درمو در مورد تو مخصد؟ کجا در من داری صحبت میکنم؟ نه با من, من در صحبت من با شما مخالفم سلام دوستان عزیز من ساسان توسلی هستم و به یک جلسه دیگه از برنامه های ما من با شما مخالفم به شما عزیزان خوش آمد میگم با خواهر عزیزم نیکو جان در خدمت شما هستیم نیکو جان سلام میکنم سلام به شما دکتر ساسان عزیز و سلام به شما دوستان عزیز که یک بار دیگه با ما همراه هستیم ما هنوز داریم در مخالفت هامون با هم دیگه ادامه میدیم نشوخی شوخی میکنیم داریم از <تصفح> کتابی استفاده میکنیم اگر برنامه های ما رو دنبال کرده باشی در هفته گذشته اسم کتابش هست I beg to differ که تقریبا همون من با شما مخالفم رو داره مطرح میکنه نویسندش تیم میو هست و داریم حالا از جلسه گذشته دیگه وارد این مطلب شدیم که یکی از پله های اول و مهمترین قدم ها تو وقتی با یکی مخالفی اصلا اول بفهمیم که اون شخص نظرش چیه چه باور و اعتقادی داره؟, داره عقیدهش چیه تفسیرش چیه دیدش چیه دیدگاهش چیه خیلی وقتا زود میپریم توی دعوا تو مخالفت بدونی که اصلا به طرف گوش داده باشیم و اونو درک کرده باشیم که اصلا داره چی میگه این رو پس نکته اوله توی بله. گفتگوی سالم که باید ببینیم که اصلا طرف عقیدش دیدش چی هست و یکی از روش هایی که بتونیم بفهمیم عقیده ای طرف چیه اینه که شنونده های خوبی باشیم ولی در مورد این صحبت کردیم که چه موانعی وجود داره که اجازه نمیده ما شنونده های خوبی باشیم یا اینکه بتونیم خوب تمرین بکنیم این شنیدن رو. بله پس صحبت شنیدن رو کردیم دیگه حالا نمیخوام هی تکرار کنیم از هفته گذشته که چی گفتیم ولی میخوایم ادامه بدیم صحبتمون رو که چه موانع دیگه وجود داره که ما شنونده های خوبی باشیم میخوای نکته بعدی رو از کتاب شما مطرح کنی که موانع شنوندگی خوب رو دیگه چی مطرح میکنه نویسنده بله. ما آخرین مانعی که صحبت کردیم خودپرسته بودیم که فقط بخوایم نظر خودمون رو بگیم ولی یکی دیگه از مانع ها اینه که پیچیده بودن اون پیامی که میخوایم بدیم یعنی اون پیامی که پیام میخوایم که یا این م... پیامی که میخوایم باعث میشه که یک مانعی وجود داشته باشه چون وقتی که این مسئله خیلی پیچیده است خیلی هم نیاز داره که ما گوش که میدیم فکرم بکنیم شاید سوالم بپرسیم و خیلی وقتا این یکی از موانعیه که اجازه نمیده بفهمیم بله دقیقا یعنی حالا انگلیسیش میگه message complexity ولی واقعیت اینه که نه توی نه توی موضوعات سطحی که مثلاً, مثلا من با شما مخالفم یکی بگه من نمیدونم چلو کباب دوست دارم یکی بگه من دیزیم سبزی, سبزی دوست دارم این حالا همچین حرف عمیقی نیست مخالفت این سلیقه است ولی خیلی وقتا مخالفت توی موضوعات سیاسی تو موضوعات دینی تو موضوعات عقیدتی اخلاقی فلسفه اینها موضوعات موضوعات پیچیده است با یه دقیقه صحبت کردن و دو تا جمله از طرف خوندن و یه نقل قول شنیدن تو نمیتونی عقیده یه نفر رو بفهمی که داره چی میگه و بعد با. بعضی اوقات هم انقدر ما ها میایم میخوایم در مورد یه چیزی بفهمیم تحقیقاتمون هم سطحیه دقیقا. و بعد میریم یه جمله از اینجا میخونیم یه ج... یه دونه از اینجا میخونیم فکر میکنیم اون یه جمله رو که خونیم کل مطلب رو فهمیدیم بلی. و بعد با این دانش سطحی میخوایم مخالفت بکنیم در مورد یک موضوع خیلی عمیق دقیقاً ولی کسی که همه عمرش یاد گرفته که فقط داخل یه استخره تا اینجا مال ها شنا بکنه وقتی بندازش تو 6 متری خب یه خورده براش مشکله بله بله مثلا حالا من الان این خاطره اومد تو ذهن خودم تو یک برخوردی که با یه شخصی داشتم که این شخص از صحبتهای الهیاتی خیلی پیچیده رو به فکر خودش داشت نقد میکرد از پدران کلیسا داشت نقل قول میکرد ولی من مطمئن بودم که این شخص اصلا کتاب این پدران کلیسا رو نخونده که بتونه حالا نظر بده که پدران کلیسا در تاریخ درباره موضوع الهیاتی اصلا چی گفتن که شما دارید چطور متوجه شدین چون خودتون کتاب رو خونده بودین آره چون از از صحبت‌هاش معلوم بود که دو تا جمله گرفته درسته. و بدونی که اصلا بدونی که اصلا طرف مال قرنها پیشه نظر طرف و اون کانتکست طرف چارچوب فکری و فرهنگی و الهیاتی طرف رو تو نمیدونی ولی فقط الان مد شده تو دنیا با دو تا نقل قول برای خودمون یک موضوعی رو ساختیم و میخوایم تازه ردش بکنیم درسته. و این نویسنده اشاره میکنه به یک مقاله ای مقاله جالبی هم هست که که اسم مقالهش هست آیا گوگل داره همه ای ما رو احمق میکنه؟ Is <laughs> <It's> Google <laughs> making us stupid؟ و یه نقل قولی میکنه از یه استاد دانشگاه در میشیگان که میگه انقدر مقاله های کوتاه توی اینترنت توی بلاگ، آره یعنی مغز ما داره عادت میکنه مثلا تویتر که آقا رو باید تو دو جمله بزنی فیسبوک پستا باید کوتاه باشه یوتیوب بعد از دو سه دقیقه دیگه کسی یوتیوب تماشا نمیکنه بله. اون کلیپ رو انقدر الان تو فضای مجازی میگیم بله. مجازی و رسانه ای همه پیغام ها باید سریع مختصر مفید کوتاه داده بشه که خود این استاد دانشگاه میشگاه میگفت ما اصلا دیگه نمیتونیم یه کتاب تولستوی مثل وار اند پیس نمیدونم به فارسی چی میگیم جنگ و سول و اصلا انسان های امروز حال و حوصله دیگه ندارن که داره. یه کتاب قطور رو بخوام بخونم فتش... کتابی هم که خیلی توصیف میکنه و خیلی با... جزئیات آره. پیش میره افراد اصلا در جوونا این مشکل پیش اومده ما اخیرا داشتیم یک تحقیق رو انجام شما از جوونا بگو ما که دیگه جوونیمون رفت شما بگو در جوونا چه مسائلی هست خیلی ایدار. جوون هستیم آره. ولی اخیرا در سطح پارس خصوصا وقتی که داریم روی استراتژی یوتیوب و کلا رسانه های اجتماعی کار میکنیم که البته جا داره به عزیزان بگم که برنامه های تعلیمی مون رو حتما در یوتیوب میذاریم برای شما عزیزان حالا هفتگی اگر برنامه ها رو دنبال نکنید شما میتونید در اوقات فراغت خودتون برنامه ها رو دنبال بکنید و همین که داشتیم به این فکر میکردیم خب باید یه سری از این مطالب و تعلیمات و کلا برنامه ها رو برای عزیزان روی ای اینترنت قرار بدیم بیشترین تحقیقات رو ما نشون میداد که هر چی کوتاه‌ترشون بکنیم بیننده های بیشتری داریم باید. یعنی کلیپهای های ویدیویی مثلا دو سه دقیقه ای خیلی خیلی بیشتر دیده میشن تا اینکه یه ویدیو سی دقیقه ای یا 25 دقیقه ای یا حالا مثلا حتی یک ساعته و متاسفانه افراد بعد از سه چهار دقیقه میگن اتنشن بند. این باید. دور توجهشون تمام تموم میشه و دیگه نمیتونن به اون فکر بکنم مثل کسی که یه کتاب رو میخونه بعد میره کتاب به دیگه باید. تلویزیون می ب میره یه کانال دیگه و کلا اصلا نمیتونن روی یه چیز تمرکز بکنن و این مشکل شده. دقیقا افراد نمیتونن عمیقا وارد یه موضوعی بشن بله. نمیتونن یه کاری رو عمیقا بهش توجه بکنن و انجامش بله. بدن انقدر سطحی شده و سری بله. که افراد نمیتونن هیچ کاری رو کامل انجام بدن آره پس وقتی تو مخالفت میشه خیلی وقت‌ها ما باید صبور باشیم که به یکی واقعا گوش بدیم بله. یه آیه میخوام بخونیم حالا نمیدونم فارسیش چی هستش ولی آیه خیلی قشنگی که نویسنده مطرح میکنه امثال سلیمان فصل 20 آیه 5 آلا انگلیسیش خیلی قشنگه نمیدونم حالا فارسیش دقیقا چی ترجمه شده امثال سلیمان فصل 20 آیه 5 که افکار انسان مثل یک چیز میمونه یک آب عمیقه که باید از،, از, چاه این آب رو بکشی افکار شخص مانند آب در ته چاه هست و شخص دانا آن را بیرون میکشد پس ببین زمان میبره صبر میخواد حوصله میخواد که اف... مثل اینکه از چاه آب تو سرت میندازی آب و میکشی شنیدن افکار از عمق دل شخص حوصله میخواد حوصله میخواد صبر میخواد که آقا حرفتو به من در از دو دقیقه باید بزنی وگرنه من اتنشنس بنم به قول شما جوونا دیگه میره <applause> خب شما خیلی مسئله نمیتونید تو تو سه دقیقه مطرح پس میخوام بگم اینم یکی دیگه از مانع های شنیدن هستش این... معمولا توجه بکنید یه نفر که برمیگره خواهش میکنم نظر خودتون برای من نمیخواد اینجا اه... سخنرانی بکنید ب... در دو دقیقه به من بگید دقیقه. که نقطه نظر بعد طرف میگه اصلا نمیخوام بگم دقیقه. دقیقه. دو دقیقه نمیتونم دقیقه. بگم پس این یک مانع دیگه و بعد مانع آخری که نویسنده مطرح میکنه فرق بین مرد و زن هست امان از فرقهای بین مردان واقعا، و زنان <applause> دوست داری مطرح بکنی که نویسنده چطوری خلاصه چون می دونم که سر این مسئله مخالفت زیاد می کنیم شروع می ولی اوکی. واقعتش اینه که بله تفاوت هست بین باید. زن و مرد به خاطر اینکه طرز فکر خانم ها و اونطوری که سیستم خانم ها سیستم فکری خانم ها عمل کردش متفاوته با مرد ها این باعث میشه که وقتی که میخوایم به حرف همدیگه گوش بدیم یا مخالفت حتی بکنیم یه خورده انتظارتمون متفاوت باشه در مورد گوش دادن از هم دیگه برای مثال خانم ها وقتی که یه حرفی رو یه نفر داره مثلا به حرفشون گوش میده نیاز دارن که اون شرکت بکنه توی اون بحث دو تا سوال بپرسه نشون میده ای من داشتم گوش میدادم ولی مثلا شما دو تا آقایون رو خصوصا ببینید دارن با هم دیگه صحبت میکنن من در آقایون خیلی دیدم این رو مثلا اصلا از هم انتظار ندارن که باید. شرکت بکنن توی صحبت باید. خیلی سو... یعنی سکوت و اجازه دادن که اون طرف صحبت بکنه بله. نشانه اینه که دارن شر... خوبی هستن بله. و خیلی ساکت گوش میده حتی خیلی وقتا خیلی کم هم تو دنیای خودش به نظر آه. میرسه طرف آه. ولی داره گوش میده بله. در صورت که خانم ها اگه این نفر اینطوری باشه فکر میکنه که اون فکرش یه جای دیگه است و میگه که اصلا به حرف من گوش میدی شما آره و مثال از زندگی خودش میاره که به بله. عنوان مرد فکر کرد که وقتی که ساکت باشه گوش بده داره گوش میده به خانومش ولی خانومش احساس میکرد که حواسش اینجا دیگه است چون دوست داره با صحبت های خودش انگیج باشه طرف درگیر باشه احساساتش رو بتونه درک بکنه نشون بده و بعضی ها یا... بر... خیلی جالبه بدونید من کلاس هایی رو دیدم کلاسایی هستش که شما چطور نسبت به حرفی که دیگران میزنن یا مخالفت دیگر اکسون عمل نشون ندید اه. که نشون بدید که اصلا قافلگیر نشدید که این یه, یه نوع حرف است که یاد میگن ولی جای هم هستش که افراد میگن برای اینکه به دیگران نشون بدین دارین بهشون گوش میدید و اهمیت میدین بر حسب اون چیزی که دارن میگن شما با اون داستان از خودتون اکسون عمل نشون بدید اه. مثلا شما میگین که طرف اصلا به من اهمیت نمیده میگم یا یعنی مثلا این مثلا همین این برای خیلی از شرکت کردن در صحبت بله. و گوش دادنه بله بله پس اینم پس میگم خوا... می اینا موانعیه که نویسنده مطرح میکنه و میگم بارها گفتیم که گوش دادن واقعی کار ساده ای نیست پس باید این رو بدونیم که ما... من بنده خودم تو کار خدمت کلیسایی هستم بنده خودم سی سال در زندگی مسیحیم بیست و شیش هفت سالش در جامعه ایرانی بودم کارم با مردمه ولی هنوز باید تمرین بکنم برای گوش دادن دارست. توجه کردم. بعضی وقتها تو زندگیم واقعا موفق بودم بعضی وقتا هم موفق نبودم. دارست. این پس موانع گوش دادن. حالا میخوایم وارد قسمت بعدی همین فصل بشیم که خیلی خوب حالا موانع شنیدن خوب رو مطرح کردیم ولی هدف شنیدن چیه؟ هدف گوش دادن چیه ؟ و هدف اصلی حالا نکات دیگه رو مطرح میکنه نویسنده که نمیخوام اینجا وقتش نیست ولی هدف اصلی چی هستش؟ فهمیدن. فهمیدن درک کردن بله. انگار که ما تو وقتی که توی صحرا روز گرم آب خنک میخوریم آه این ای بنده الان توی لیوان آبمون اینجا یخ آدم اینطوری بذار من <applause> <applause> درک وقتی که احساس میکنی که یکی داره درکت میکنه بله احساس تسلید پیدا کردن میکنی آرامش میکنی این نکته خیلی مهمیه درک شدن و بعد هدف ما چیه درک کردن طرف مقابل حالا خیلی وقتا ما فکر میکنیم درک کردن یعنی موافق بودن نه ولی اینکه اقلا درک کنی طرف داره از حالا تو انگلیسی این کلمه خیلی رسمه از کانتکست طرف رو درک کنی چارچوب فکری فرهنگی موقعیتش رو درک کنی از چه زاویه داره این حرف رو میزنه حالا توی جلسات بعد صحبت چراش هم خواهیم کرد بله. که چرا داره این حرف رو میزنه ریشه این حرف از کجاست ریشه این. ولی الان صحبت چراش رو نمیخوایم بکنیم این که چی داره میگه و کانتکستش چه تو چه چارچوبی هست درکش میکنی یا نه قبل از اینکه زود ارزیابی کنی داوری کنی قضاوت کنی مخالفت کنی درکش بکنی این پس هدف خیلی مهم گوش دادن بله. هستش برای اینکه بخوایم بفهمیم که یه نفر چی میگه یعنی گوش دادن برای اینکه بفهمیم بعد بخوایم اول این خواستن فهمیدنه ما اگر نخواهیم کسی رو بفهمیم هر چه قدم تلاش بکنیم در حین اینکه داره صحبت میکنه فکرمون هزار جا میره آخرش اهمیت نمیدیم باید. یادمونم میره که چی گفته ولی فکر نمیکنیم به حرفاش اما اینکه این, این احساسی که من میخوام تو رو بفهمم مهد. من علاقه دارم بفهمم تو چی میگی اولین فکر میکنم میتونه قدم برای فهمیدن این شخص انگلیسیش میگه که ما گوش میدیم که همدیگر رو درک بکنیم و نکته اولش همین خواستن درک کردنه و خیلی وقتا حالا نویسنده اینو میگه خیلی وقتا وقتی که یکی اگر حس کنه که تو دائم میخوای حرفش رو قطع کنی وقت نداره که خودش رو توضیح بده دائم میخوای اون رو داوری بکنی خب اون طرف احساس آزادی نمیکنه که بخواد حرفش رو بزنه پس اگر میخوای واقعا you desire to understand واقعا میخوای یکی رو بفهمی باید بهش وقت بدی باید حرفش رو قطع نکنی باید بهش نشون بدی دارم. باید بهش نشون بدی که من میخوام تو رو بشناسم من میخوام عقیدت رو بدونم در این زمینه و قبل از اینکه میگم یعنی باید بالاخره این حس رو به طرف بدیم که من اینجا برای دعوا و مخالفت و کوبوندن تو نیومدم من میخوام آشنا بشم دید حت... حتی اگر در آخرم بگیم مخالف دیده تو هستم ولی میخوام واقعا از ته دل میخوام بدونی که میخوام بدو... بدونم که تو نظر چی عقیدت چیه, بله. چیه قبل است. از اینکه این بخش رو تموم بکنیم داستان جالبی برنامه رو ساخته بودن در مورد آشنایی دختر و پسرها با هم دیگه با هم به گفتگو بشن تا اینکه همدیگر بهتر بشناسن برای اینکه بتونن یک رابطه دوستی خوب و بعدن که به ختمش دیگه ارزواج باشه برسن خیلی جالب بود پسر و دختری با هم بیرون میرن و فیلم برداری شده بود تمام این مکالمه ها و در تمام مدت این دختر فقط حرف میزد حتی حالا خانوما میتونست آقای باشه ولی ف... تمام مدت حرف میزد و پسر همه حرفاشو رو داشت گوش میداد در انتهای این شامی که با هم دیگه خوردن و خدافزی کردن از اون آقا مصاحبه کردن گفتن که آیا تماس میگیری باهاش که برای شام بعدی گفت نه گفت چرا خب خیلی خوب بود به نظر می که خیلی لذت بردن از وقت با هم دیگه گفت اون اصلا علاقه ای نداشت که در مورد من بدونه ام. منو بفهمه امه. و من دوست ندارم وقتم رو با کسی بگذرونم که هیچ علاقه نداره حتی نقطه نظرات من رو شخصیت من رو بفهمه من دوست داشتم اون رو بشناسم ولی اون دوست نداشت من رو بشناسه و در عمل اینو نشون داده دقیقاً. دقیقاً بسیار عالی نکات خیلی مهم دیگه هست که درک کردن چه قدم هایی رو باید برداریم برای درک درست وقتمون توی این قسمت خاتمه پیدا کرد یه استراحت سری با هم می‌کنیم و برمیگردیم برای قسمت دوم برنامه با ما همراه باشید من, من با شما, شما مخالفم مخالف چرا باید در مورد مخالفت ها صحبت کرد؟ چطور مخالفت ها رو با صلح و محبت به میدان گفتگوی سازنده بیاریم و در نتیجه با هم گامی به جلو برداریم تا دوستانه مخالفت کنیم و, و صادقانه موافقت کنیم در این برنامه به نکات عملی اشاره می کنیم که به ما کمک می کنه تا با اونهایی که باهاشون مخالف هستیم با دوستی و حکمت برخورد کنیم من با شما مخالفم سلام دوباره دوستان عزیز به خدمت شما ایزان برگشتیم با خواهر عزیزمون نیکو جان در خدمتتون هستیم و ادامه میدیم صحبتمون رو برای گوش دادن و درک کردن دیگه باید چه قدمی رو برداریم خب گفتیم برای اینکه اصلا دلیلی که میخوایم گوش بدیم اینه که میخوایم کسی رو بفهمیم اه. و قبل از اینکه بخوایم اصلا کسی رو بفهمیم اول باید علاقه داشته باشین این احساس بکنیم که دوست داریم یکی رو بفهمیم اه. ولی به غیر از اون به نظر من باید سوالات شفاف سازی بکنیم سوالاتی بپرسیم که شفاف سازی میکنه از طرف در حین صحبتش برای اینکه بفهمیمش جاهایی که واقعا برامون خیلی قابل فهم نیست یا یعنی اینکه یه مقدار برامون پیچیده است یا یعنی اینکه گنگه ساکت نشیم تا به آخرش و نصفش رو بفهمیم نه بعدش یا در قسمتی که میتونیم طرف رو بگیم یه لحظه به ما وقت بدین اجازه هست من سوالی بپرسم سوالی بپرسیم که اجازه بده فرصت بده به شخص که شفاف سازی بکن. کنه و اون قسمت گنگ رو برای ما توضیح بده مثلا وقتی که شما یکی از این قسمت ها رو شاید توضیح بدید من در بین برنامه این کارو کردم بارها وقتی که خودم شاید درست متوجه نشدم و شما توضیح دادی گفتم پس منظورتون این بود آیا شما وقتی این رو گفتین منظورتون این هم میتونست باشه <applause> یا اینکه میتونید توضیح بدین که برای چی از این کلمه استفاده کردین چرا این نه یا اینکه این چرا اتفاق افتاد آیا به خاطر این زمان و این موقعیت بود و و و, و هزاران سال دیگه بسید داره حالا چه موضوعی هست و این ها کمک میکنه که بهتر بفهمیم و طرفم میتونه بفهمه اون شخصی که داره حرف میزنه حالا این میتونه در این مخالفت باشه حتی اتفاقا در مخالفت بیشتر سوال پیش میاد تا بفهمی طرف احساس میکنه که خب ببین نیکو یا دکتر ساسان داره تلاش میکنه منو بفهمه میخواد که دقیق بفهمه و اینکه یه نفر داره ارزش قائل میشه که نقطه نظر منو حتی که با اون مخالفه خوب بفهمه به من اشتیاق میده که توضیح بده دقیقا دقیقا و میگم من یعنی میخوام اینو بگم که فقط هم مسئله گنگ بودن نیست clarifying question یعنی اینه که همین که خودت گفتی میخوای مطمئن بشی آیا من تا رو دارم درست, درست میفهمم؟ یا نه. یعنی حتی شاید گنگ نباشه ولی خیلی مهمه و این بعد با نکته بعدی این رب داره که میگه summarizing statement حرف جمع بندی کردن حرف طرف رو خلاصه کردن جمع بندی کردن من تو همین میگم این کنفرانس هایی که هی تو این بهش اشاره میکنم قبل از اینکه بیام قبرس برای سال چهارم توش بودم یه نفر به خصوص دوست عزیز آمریکایی من واقعا برای تمام گروه ما یک نمونه است چون توی حالا توی این صحبت های صحبت کردن با همدیگه یکی از اصطلاحاتی که تو آمریکا حالا خیلی به کار میبرن اینه که اینطوری میگی میگیم من تو رو شنیدم که این رو گفتی بعد خلاصه میکنی حرف طرف رو بله. I, I, hear you say من, اینو شن... من اینطوری شنیدم بعد اینو خلاصه میکنی آیا این حرف درسته؟ آیا خلاصه بله. من از حرفای تو درک من از حرفای تو درسته؟ بله. پس به اون شخص این مهلت رو میدی که بعد بگه که آره یا بگه که حتی خیلی وقتا خیلی وقتا خیلی وقتا حرفی که از دهن ما میاد شاید به بهترین نحو ما اون رو جمله بندی نکردیم درسته. حتی, خودمون تو رابطه من با, با زنم با بچم با دوستان بعضی وقتها آقا اون چیزی که از دهنم میاد واقعا منظور دلم نبوده یا واسه خودم یه مقدار خودم برام خودم یه مقدار گنگ بودم یه طوری یه چیزی گفتم که خیلی راحت میشه یه بدفهمی ازش به وجود بیاد احنا. یا پس اینی که سوال کردن داری به طرف این موقعیت رو میدی فرصت رو میدی که خودش رو اگر میخواد حتی اصلاح بکنه یعنی گفتیم دفعه پیش به جای اینکه از یه جمله برای مچ گرفتن استفاده بکنی به طرف با با فیز و سب فرصت میده که خودش رو حتی میتونه حرفش رو عوض کنه بگه نه نه اینی که گفتم خوب در نیمد من. منظورم واقعا این بود و خودش رو سعی کنه که بهتر معرفی کنه پس این سوال هایی که برای همین باز کردن شفاف سازی و خلاصه کردن صحبت طرف تو گفتگو خیلی مهمه بله برای مخالفت خیلی مهمه درسی که در اتوان در کارهای حقوقی اتفاقا یاد میدن میگن برای اینکه بتونی در مخالفت چون همیشه دو نفر ضد هم ایستادن و دارن یکی دفاع میکنه و یکی میخواد حرفش رو به کرسی بشونه و معمولا میگن اگر که میخواید مثلا میخواید بحث بکنید گفتگو گفت بکنید و نقطه مقابل رو بگید اول باید خوب بفهمی که اون چی گفته اون بدون تو چی رو فهمیدی که تو بتونی همون نقطه رو مورد حمله حالا قرار بدی یا بخوای نقد بکنی و معمولا ما وقتی که میایم و میخوایم جمع بندی بکنیم مثلا به فارسی معمولا من خیلی شنیدم این حرفو افراد ام. وقتی هم که دارن با یکی صحبت میکنن یا مشاوره میدن میگن پس اگر من درست متوجه شده باشم مشکل اصلی شما و با نظر اصلی شما این, این میتونه باشه آیا من درست متوجه شدم این پس آی قشنگی اگر من درست متوجه شده باشم و این کمک میکنه که اگر من درست متوجه نشم طرف بگه نه خوب متوجه شده ولی مثلا نیکو این منظورم این بوده یا بعد بیشتر توضیح میده یا اینکه درست بعد شما میتونی اون چیزی رو که فهمیدی رو مورد نقد قرار و دقیقا دقیقا. اینجا حالا یه نکته رو اشاره میکنه که منم چند جلسه پیش بهش اشاره کردم اینه که فقط هم خلاصه کردن و شنیدن و سوال کردن هدف فقط خود کلمه ها هم نیست نه. احساس پشت این کلمات بله. دردش فریادش نگرانیش ارزش هاش پس گوش دادن فقط دنبال جمله بندی دقیق نیستیم آیا واقعا طرف میگه که آره توی خلاصه بندی هم حس کردم که واقعا میفهمی که من با چه نیتی دارم این حرف رو میزنم این هم نکته خیلی مهم. حالا نکته بعدی گوش دادن خوب خیلی برای من این نکته مهمیه و دائما بهش برمیگردیم تو این درسا ها taking تیکینگ یعنی اینکه آقا خودتو تو کفش طرف مقابل بذار آیا میتونی خودتو توی دید طرف مقابل بذاری توی جایگاه اون واسطا و به یه موضوع نگاه کن میخوای این رو خودت بیشتر باز کنی مثل که من و شما این اکام رو با هم دیگه عوض بکنیم و من بیام یک موقعیتی رو از دید شما نگاه بکنم دقیقا. دقیقا, و در حقیقت وقتی که میریم توی فکر اون طرف و از دید اون نگاه میکنیم به واقعیت یا به یه موضوع یا به یه مخالفت خیلی چیزا دستگیرمون میشه برد. میفهمیم که بابا طرف داره از این دید نگاه میکنه برد. من اون طرفم 180 درجه 360 درجه متفاوت با هم فکر میکنیم و این خیلی کمک میکنه در مخالفت که اگرم که با طرف خیلی 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 مخالفیم وقتی که میفهمیم داره هر دیدگاهی گاهی نگاه کن شاید بشه خودم بگیم اون هم یه دیده جدیده بله. شاید من مخالفم ولی اون داره از یه جایی نگاه میکنه که من هیچ وقت بهش فکر نکردم بله بله این پس خیلی نکته مهمی و میگم ما انسان ها خیلی ضعیفیم تو اینی که آقا هر موضوعی میشه از دیدگاه های متفاوت بهش نگاه کرد این من توی زندگی خودم تو مدرسه الهیات در فلوریدا که بودم یه معلمی داشتیم این رو خیلی تاکید میکرد من باید. این درس رو از این معلم گرفتم حالا انگلیسیش یه کلمه همچین قلمبه سلمبه بود مالتی پرسپکتیوالیسم صحبت نسبیگری نیست صحبت اینکه که همه چیز نسبیه هر کسی یه دیدی داره نه. صحبت اینه که آقا یه واقعیت این وسط هست صحبت نسبیگری میگه اصلا واقعیت این وسط نیست ولی اون واقعیت این وسط از جایگاه های مختلف اگر واسطی چیزای مختلف ازش میبینی بله. پس این مسئله اینه که صحبت نسبیگری نمی کنی ولی اینه که آره مثلا میگم بذار یه مثال بگم خود نویسنده یه همچین چیز اشاره میکنه یکی بگه که آقا من اصلا با مسیحیت مخالفم من اصلا از مسیحیت خوشم نمیاد و من مخالفم خب, خب من بنده خودم یک کشیش مسیحی هستم بنده با این دیدگاه مخالفم ولی اگر بشنوی مثال فقط دیم. بشنوی که وقتی تو میگی من با مسیحیت مخالفم دقیقا منظور چیه برام اینو باز کن طرف شد واسه خودش بگه که برای من مسیحیت یعنی دنیای غرب، فیلم‌های هالیوودی، زندگی بی بند و بار های مثلا خانوادگی رو کمرنگ کردن، مسیحیت یعنی کاپیتالیزم مثلا غرب، مسیحیت یعنی فقط جنگ‌های صلیبی خب... مثلا آره، آره، خب من میگم که من میگم که منم اگر جای تو بودم و باور داشتم که این مسیحیت منم مسیحیت رو قبول نمی کردم <applause> یعنی خود این خیلی نکته مهمه وقتی میرین از دیده اون میبینی که به نتیجه دقیقا, دقیقا. دقیقا. پس میخوام بگم که زود اگه یکی بگه من با مسیحیت مخالفم جبه بگیری یا مثلا همین مثالی که توی جلسه پیش آوردم اگه یه مسلدوس مسلمون بگه من تسلیس رو قبول ندارم بعد اگر بگی که منظور تو من میتونی باز کنی بعد بگه که تسلیس یعنی سه خدایی منم اون تسلیس رو قبول ندارم پس میخوام بگم که اینی که درک کنیم که طرف داره از چه جایگاهی صحبت درسته. میکنه خودش یه قدم خیلی مهمیه برای اینکه و بعضی وقتا حالا اینو بعدا بهش میرسیم بعضی وقتا چون پله بعدی این صحبت ها بعد از اینکه عقیده تو چیه چرا این باور رو داری پله سومی که صحبت میکنیم آیا هیچ وچه مشترکی هست توی دیدگاه های ما یا نه نه از و... میریم جای اون طرف خودم رو میزنیم وچه مشترک پیدا میکنیم پس همین وچه مشترک هست که آره منم مخالف این چیزا هستم پس تو این چیزا میتونیم با هم توی این قسمت مخالفتمون ولی یه قسمت هایش با هم وچه مشترک هم داریم. پس این دید افراد رو خودت تو جای کفش دیگری بذار با عینک کس دیگه ای به این داستان نگاه کن خیلی خیلی مهمه گفتم ما انسان هم فکر میکنیم دید من حقیقت مطلقه تفسیر مطلق برداشت مطلق که اینم قسمتی از رشد و بلوغ شخصیتی فکری روحانی اینه که یاد بگیریم که آقا این این آیات میشه از یه دید دیگه یه تفسیر دیگه ازش کسی داشته باشه این نیست که آها من چون با سوادم تو بی سوادی داری این حرفو میزنی نه صحبت همیشه سواد نیست از یه سنت دیگه میشه یه آیات رو یه طور دیگه تفسیر کرد از یه سنت دیگه میشه یه متن رو یه طور دیگه دید و خلاصه این مسئله همین مسئله پیچیدگی موضوع خیلی موضوع ساده نیست که در همه. از با دو دو تا چهار تا یه فرمول حل بشه نکته بعدی که نویسنده میگه مایندفولنس هست تمرکز حواس تمرکز اینو اینو یه سری برامون بازم. بله قبل از اینکه من تمرکز آها. حواس رو بدم من خودم با این نفر صحبت میکردم و در مورد همین عقاید در مورد خدا وجود خدا کار خدا و همه اینا و من خیلی جالب در یه موردی گفتم که من هیچ وقت نظرم رو عوض نمی‌کنم حالا موضوع خیلی موضوع زیادی هم نبود در مورد حالا تمام چیزای اساسی ایمانم نبود ولی گفتم نه من اصلا نظرم رو در این مورد امکان ای نداره عوض بکنم دوستم برگشت گفتش که خیلی جالب بود گفت خب نیکو موضوع خیلی بزرگی نیست و شاید تو درست میگی یه جاهایی هم من با تو موافقم ولی هیچ وقت نگو هیچ وقت نظرمو عوض نمیکنم چون فقط افراد نادانن که هیچ وقت نظرشون عوض نمیکنن افراد دانا کسایی هنگ که میشنون یاد میگیرن و بله یه جاهایی میتونن بگن که نه من اشتباه میکردم نظرمو عوض میکنم باید. و خیلی خوبه که وقتی که میفهمیم طرفو مخ... خجالت نکشیم بگیم آقا من دیگه مخالف نیستم بله. حالا تو انتهای برنامه میگیم من با شما بله. موافقم اینجوری نداره بله. کل این قسمت ها ما با شما بله. مخالف بودیم روی این تخته نوشتیم که بله. هم مخالفت هست هم یه جای موافقت, موافقت, موافقت هست چه جاهایی هم میتونیم با هم موافق باشیم بله. مثلا شاید یه زن و شوهری با هم سری یه موضوعی مخالف باشن ولی هر دوشون نیتشون چیه بچه هاشون سالم باشن رشد بکنن زندگی خوب داشته باشن یعنی که پس... این رابطه دوام داشته باشه آزه. دو تا پ... مثلا میگم زن و شو اقلا توی هدف و هدفی که واسه بچه‌ها داریم با هم بچه مشترک هر دومون اینو واسه بچه‌ها می‌خوایم حالا شاید یه مادر میخواد از یه طریقی این محبت رو نشون یه پدر از یه طریق دیگه ولی اقلا میگیم ولی بچه مشترک هم داریم فقط روی اختلافات هم نباید همیشه تمرکز کن. کنیم ولی میگم بعدا صحبتشو رو ولی آخرین هم همین تمرکز حواس بله. اینه که وقتی داریم با صحبت میکنیم. در اون لحظه باشیم بله. حضور داشته نه فقط جسمی فکرمونم باشه حواسمون با طرف باشه و من افراد میفهمن وقتی ما تمرکز حواس نداریم پس هی آیفون رو در نیاریم تکس بفرستیم فیسبوک ستاتس چک کنیم <تصفح> 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 همین اینی که من دارم واقعا به تو گوش میدم من حواسم با توه هی مثلا من با عزیزی بودم بعد هی تلفنش زنگ میزد هی بیپ میکرد تکس میومد واسش خب حواس ما هم پرت میشه چون هی آدم فکر میکنه که یه چیز اینجا هی میفته ولی بعد بهش گفتم عزیزم این بیپ تکسی تو خاموش کن اصلا اعصاب منو خرد کرد هی بیپ 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 که بابا اصلا نمیشه آدم حس حس میکنه که طرف داره فکرش به طرف تلفنی که حالا تکست من خودم این مشکل رو دارم حالا این نکته آخر هم بود که امروز بهش اشاره کردیم افراد میان با همون حرف بزنن مثلا طرف داره صحبت میکنه میگه نیکو تو این کوچو این حرفو زدی من احساس کردم که من مخالفم به حالا بعد منم دارم گوش می‌دم، میگم آره من منم با شما یه جورایی دوست در مورد صحبت کرم. اون درو در میبندی ده. بعد بله اون اون چیزام بیار. باشه من الان میام خب طرف اصلا یادش میره که چی میخواد بگه آره. و بعد میگه خب نیکو که حواسش نیست من برای چی وقتمو تلف کردم نیکو کجا درباره من داری صحبت میکنی نه باور کن من, من درباره کسی من... صحبت میکرم. بیشتر در مورد خودم دارم صحبت من... میکنم حالا من یه نکته دیگه هست که جلسه بعد واردش میشیم ولی این مثالت خیلی به من چسبید چون یکی از مشکلات و های بزرگ خودمه تا امروز منم همینطور آره ولی من اول که کار شبانی رو شروع کردم اصلا وحشتناک بود مردم مثلا چند از دوستان بغل هم واسطه بودن من میمدم تو سالن با همه دست بدم حال و احوال بپرسم بعد از طرف میپرسیدم حالت چطوره در چه حالی طرف داره حرف میزنه من ازش میگذرم یعنی از طرف خودم سوال کردم وسط جملهش من رفتم سراغ نفر بعدی دارم و چند نفر گفتن آقا تو ما داشتیم با تو حرف میزدیم رفتیم و این یکی از اون یکی از اون مبارزه های زندگی خودمه که شاید شاید. به خصوص تو دنیای مالتی تسکینگ همزمان فکرت به چند جاست یکی هم اگه داره هواش حرف میزنه دیگه وقت توی این کتاب اینجا اشاره میکنه که تو دنیای امروز یک پزشک تقریبا 18 ثانیه وقت میده یه مریض حرفشو بزنه بله. 18 ثانیه وقت 18 ثانیه است بعد دیگه پزشک باید تجزیه تحلیل بکنه و داروشو بنویسه خب این خیلی فاجعه است توی درک عمیق از هم دیگه و همون باید مواظب باشیم خود بنده هم یکیش جالبی هست بعد وقتمون توی این برنامه تموم شد مرسی که با ما همراه بودید و صحبتامون رو توی برنامه‌های بعدی با هم دیگه ادامه میدیم صحبت‌هایی که چطوری به طور سازنده در مخالفت ها با همدیگه گفتگو کنیم تا جلسه آینده خدا نگهدار